بله، بنیان این واکنش های احساسی مبتنی بر ترس از مرگ است در اساس، که یکی از قدیمی ترین، شاید یکی از بزرگترین دشمن شادی های انسان میتونه باشه. و این موضوعی است که از قدیم هم شناخته شده بود، حالا حس میشده توسط انسان های اولیه و بعد از زمانی که به هر حال تاریخ مکتوب و اندیشه و فلسفه بوده همه چی بهش پرداخته میشده. و بسیاری از فلاسفه و اندیشمندان اصولا ترس از مرگ رو حتی محرک اندیشه درباره مرگ میدونستن، که به عنوان موضوع محوری مثلا خود فلسفه همیشه مطرح میشده. یک تعریف فلسفه این است که فلسفه بحث در حیات و ممات است. از فیلسوفان ما نقل قولهای زیادی داریم، مثل فرض فرمانی هگل که میگه اصلا تاریخ چیزی جز کنش بشر با مرگ نیست، یا خود سقراط که فلسفه رو سرآغاز تمامت فلسفه رو یا سرآغاز یا تمامت فلسفه رو با مرگ مربوط میکنه. همونطور که شما اشاره کردید، اینجور بحث ها از زاویه و دیدگاه شناختی مطرح میشه، اما از نظر یک روان پزشک یا روانشناس اصولا شناخت، دنیای شناخت یا فضا یا سپهر شناختی از سپهر عاطفی جدا نیست و اینها در تعامل و تداخل با هم کار میکنن. حالا بعضی ها کسان معتقدن که ما بیشتر بر اساس در تفکر یا شناخت سعی میکنیم اون حسایی که داریم رو سازمان بدیم، بچسب بدیم و معنا ببخشیم و اونو به عنوان اندیشه به اصطلاح ارائه بدیم. بنابراین بنیان تمام اینها ترس از مرگ است. ترس از مرگ هم یک ترس طبیعی است، ترسی است که از لحاظ بقا، از لحاظ اِوولوشنری و تکاملی نقش انتباهی و سازنده بازی میکنه. اگر ما از مرگ نترسیم، در معرض تهدیدهای قرار میگیریم که ممکنه که به زندگیمون خاتمه پیدا بکنه. حالا این تهدیدها در یک دورانی تهدیدهایی بوده در یک جنگل مثلا تاریک و وحشی، ولی امروز تهدیدهایی است که ممکنه به صورت تصادف یا سانحه‌ای باشه که ما به مناسبت ترس از مرگ که در وجودمون هست به صورت یک غریزه‌ای که تمایل و گرایش به بقا داره از مرگ اجتناب میکنیم. عذر میخوام میان کلام شما، این ترس از مرگ که تا یه حدیش هم میفرمایید که غریزی و طبیعی هستش و در واقع به نوعی ضامن بقا، در میل به بقاست که باعث میشه که از چیزی که مخالف اون میل به بقاست اجتناب بشه و اینجا مرگ مطرح. ولی ظاهرا این ترس از مرگ علاوه بر این که به نوعی به حفظ فیزیولوژیک بدنی در واقع انسان میپردازه، ظاهرا ابعاد وسیعتری هم پیدا میکنه، به نوعی که دیگه جنبه‌های عوامل دیگه روانی و روانشناختی هم دخالت پیدا میکنه که ممکنه بقای ظاهری فرد و بدنی فرد در خطر نباشه، ولی علی‌رغم این باز همچنان این احساس ترس از مرگ همچنان در وجود انسان تحقق داره. بله کاملا درسته. این در واقع وقتی میریم به ریشه و یه موضوع رو کاملا پیراسته از هر چیزی میبینیم، این ترس از مرگ است که در هسته هم اندیشه ها هم در عواطف دیگری که ممکن وجود داشته باشه. اما کاملا درسته، بسیاری از ترس های دیگه از نظر روانشناسی این هم الان امروز مطرحه. حالا من دیگه باز به گذشته بر نمیگردم که بسیاری از ترس های دیگه باز ریشه در ترس از مرگ داره. یعنی ترس از مرگ همیشه اینطور اوریان که ظاهر نمیشه، به شکلهای مبدل خودشون نشون میده. ترس از تاریکی، ترس از تنهایی، ترس از انزوا، ترس از دست دادن بدن، ترس از دست دادن کنترل و حتی انواع اقسام روان نژندی هایی که ما میبینیم به شکل وسواس، به شکل خود افسردگی، به شکل خود بیمارنگاری، به شکل انواع اقسام اختلالات اضطرابی، در بسیاری از اینها وقتی که ریشه یابی میکنیم و این نمایه اولیه و سطحی رو کنار میذاریم، باز به ترس عمیق از مرگ میرسیم و روش درمانی هم در همین جا رسیدن به اون هسته و برطرف کردن اون هست، در اون حدودی که دیگه از اون حد طبیعیش که به بقا کمک میکنه انتباقیه یا سازنده است خارج میشه. درست. به هر حال مرگ وجود داره، ترس از مرگ هم وجود داره. درست. اما در اینجا زندگی هم هست. درست. اگر قراره که ترس از مرگ بخواد به بهای مسخ زندگی و تحریف زندگی تمام بشه،
خب این زندگی زندگی نازیسته و ناکامل خواهد بود. حالا پس با ترس همه چی شروع میشه و این ترس ممکنه شیوه‌ای مبدل بگیره، اما ما آشنا هستیم با ساختار روانی و روی انسان که به محض اینکه یک حس یا عاطفه منفی وارد میدان بشه و عرصه رو به دست بگیره، عواطف منفی دیگر هم از در وارد میشن. وقتی ترس از مرگ بیاد، افسردگی میاد، افسردگی بیاد استراب میاد، استراب بیاد رنجیدگی میاد، ناکامی میاد. همین چیزهای منفی ممکنه که در حول این محور بعد به صورت یک شبکه تنیده وارد میدان شن و اون وقت ما به صورت بیماری ببینیم. درست. یا به صورت روش های غیر انطباقی ببینیم. درست. خیلی وقتا ممکنه بیماری که کاملا در چارچوب مثلا معیارها و علائم و نشانهای شناخته شده باشه وجود نداشته باشه. درست. اما این ترس از مرگ و این حسای منفی که به دنبال خودش میاره مثل خوره زندگی آدمی رو دستخوش مسخ و تحریف قرار بدن. و اینجاست که اون وقت اون بحث شما به صورت آموزش مرگ و چگونگی تجهیز کردن افراد به اینکه خب حالا با این مرگ که یک واقعیتی در زندگی چطور میشه کنار اومد. بله، این اتفاقا بسیار موضوع مهمی است، باید تاکید بشه. من اشاره میکنم که در تاریخ هم، در همون تاریخ فلسفه یا اندیشه های مذهبی، تاریخ اندیشه به طور کلی همیشه این موضوع مورد توجه بوده که بله مرگ یک واقعیت، اما و پذیرشش مورد تاکید بوده. اغلب مذاهب فلسفه ها اکثرا تاکید بر این امر میکنن، اما متاسفانه به نظر میرسه همون ترس از مرگ و اون ساختار عاطفی که گفتم سرشار میشه از احساسات و عواطف منفی، نیروی اصلی و اون سوخت اصلی یک چیز دیگری رو فراهم میکنه که انکار مرگ هست. درست. که به شکل‌های مختلف، حالا هم مبارزه فرهنگی و هم در حیات فردی و روانی افراد دیده میشه. برحال مرگ چیز ناخوشایندیست. خیلی ها به جای اینکه در جهت پذیرشش قدم بردارن، که همین آموزش مرگی که شما میگید کمک میکنه، تمام کوشش فلاسفه همین بوده، خیلی به جای اینکه این کار بکنن مرگ رو انکار میکنن و ازش میگریزن. و این کار میدونی که از ساختگاه‌های دفاعی بسیار عمیق و نیرومند انسان هست. این کار حتی به قول بودلر میگه مثل یک مکر شیطانیست، یعنی بزرگترین مکری که شیطان به کار میبره که حتی وجود خودش هم انکار میکنه. متاسفانه انکار به شکل‌های مختلف، همونطور گفتم، علاوه فرهنگی، علاوه تاریخی، علاوه فردی، در حیات روانی افراد وجود داره و مانع میشه که برن بتره مرگ رو پس میزنن. و مانع ذهنی و ایجاد ذهنی، بله، میگریزن. و چرا؟ برای اینکه خب متاسفانه اون آموزش‌ها رو ندیدن، حالا چه آموزش های فلسفی بوده، چه مذهبی بوده، چه در قالب روانشناسی و روانپزشکی، بس که ما همیشه داریم راجع به آموزش مرگ میگیم، در اختیارشون قرار نگرفته. این راه مقابله سازنده و انطباقی با این ترس رو یاد نمیگیرن. مثلا کسی دیگری سعی میکنن ازش فرار کنن و این کار میکنن. اکثر جوامع به خصوص جوامع امروزی اینها تحت تاثیر نگرش این کار کننده مرگ قرار گرفت. و اگر یه خورده همین آموزش مرگ داره کم کم در بعضی جاها انجام میده، همین بحثی که شما میکنین خوشبختانه به مدد مسائلی که در قلمرو مرگ شناسی انجام گرفته که این رو به عنوان یک ضرورت علمی به مسئولان متولیان بله